سلام، دوباره در خدمت کارشناس زبده گپ اسپورت هستیم. بعد از مدت ها برگشتیم با تیر لیست کیت های این فصل تیم های اروپایی. چرا این من نیست؟ اون من تو OBS ندارم جدا سب میکنم. آه جدا باش باش بیم. خب محسن جان جان، کیت اولی که داریم، ببین من دوست دارم قبل از اینکه شروع بکنیم و اولا کاتگوری ها رو بگیم، چون 5 دقیقه فکر کردیم چه کاتگوری هایی بذاریم، دوست دارم صحبت بکنیم راجع به اینکه کیت زیبا یعنی چی. یعنی کیتی که روش لوگو بایرن بخوره. همین الان منطق خداحافظی کرد و لفت داد. ببین من فکر می‌کنم کیت زیبا کیتی که جزئیاتش تو نگاه اول مشخص باشه. احسن. که اولین کیتمون همچین چیزی نداره، کیتی که ترکیب رنگاش به دل بشینه، زنده باشه. کیت اولی که میخوام راجع به صحبت بکنیم نداره، کیتی که یه خلاقیت نیست. توش باشه قرمز زنده نیست، تونایی که قرمز این لباس تام قرمزه. خب یعنی نه دیگه، به نظر من تون فقط رنگ اسم رنگ نیست، تون رنگ هم مهمه. الان اون قرمزی که تو داری نمیدونم، فقط شی قرمز لباس تو قرمزه، قرمز اون کیت اولمون هم قرمزه. ببین چی میگم، به نظر من این چیزا باید رعایت بشه. خلاقیت صد البته گفتم آخرین مورد. اما چرت و پرت بود برای عروسی. کاتگوریامون برای عروسی می‌خواستیم بزنیم حنا بندون و پاتختی سجاد نخواست. برای عروسی یعنی میپوشم میرم عروسی بدون هیچ مشکلی. قابل قبوله، ضعیفه و استفراغ که چی بود استفراغمون؟ ختمم نمیرم باهاش، ختمم نمیرم در این حد. من با کیت بایرن ختمم نمیرفتم، بدترین کیتیه که تا حالا از بایرن مونیخ آلمان دیدم. نه ببین جدی، برای عروسی که نیست خب، ولی وقتی تو میگی برای عروسی نیست یعنی پایین پایینه. چون یادمه یک سال پیش، دقیقاً یک سال پیش همچین ویدیویی ضبط کردیم. جوری که تو پیچوندی کیت بایرن و اینا، آخرش چپوندیشون بالا، هنوزم داغش بدنمه. الان انقدر عقده‌ای که سر اون میخوای اینو بیاری پایین. نه سر اون نیست، ولی وقتی بده دیگه بار دوم اجازه نمیدم. من میگم تو ضعیف، استفراغ هم نیست خودش. باشه ضعیف. آخرش آخه اگه این ضعیفه کدومو بذاریم استفراغ؟ هست بابا، همین الان من یه دونه کاملا مد نظرم. خیلی خوب، کیت دوم کیت آرسناله. آقا آرسنال سال پیش رو یادت میاد چقدر قشنگ و زیبا و شکیل بود؟ من به این خیلی انتقاد دارم. آقا اینی که من میام خیلی استاندارده. ببین روی آستیناشون رنگ آبی کار شده. آره. رنگ سفیدم که پهلواست و به نظر من تیمی که رقبای اصلیش، دشمنان خونیش سفید آبی پوشن، تاتنهام و چلسی، اصلا جایز نیست که شما روی کیت اصلی خودت این حد از این رنگ ها استفاده کنید. ببین من به عنوان کسی که تعدد زیادی توی انگلیس فن آرسنالم، چلسی اصلا به حساب نمیارم. تاتنهام هم واسه خنده است واسه آرسنال فنم. بالاخره دشمنم داداش، تاتنهام و آرسنال جلوی همو جر میدن. بعد یه چیزم بهت بگم، من این کیتو میبینم میدونی یاد کی میافتم؟ یاد هنر خالص فرمیدابل، یاد ادیت میافتم. ادیت زیبا کیه؟ آره. اون خانم فرانسوی است که آهنگ میخونه. یاد مسعود اوزیل میافتم این کیتو میبینم ناخودآگاه. به خدا زشته. ببین استفراغ اصلا بده اجازه نمیدم این کیتو بذاری، اصلا فکرشو نکن. الان وقتی من بخواستم اقدام کنم برای استفراغ اصلا. ببین به شدت از کیت بایرن بهتره، به شدت. اصلا موافق نیستم با این داستان. نمیگم که کیت خیلی خوبیه، ولی بایرن خیلی از این پایین تره. من بابا که قبول دارم بایرن رو نگاه کن از راه دور. من که قبول دارم بایرن بده، خدایش واسه آرسنال بایرن قشنگتر نیست. خدایش کیت سال قبلشون عجوبه بود بابا، خیلی قشنگ و شکل. چی؟ این هم ضعیفه. من می‌خواستم بزنم استفراغ، حالا دیگه استاد می‌خواست. تو می‌خواستی کجا بذاری؟ دو بار دم قابل قبول.
من عروسی باش نمیرفتم ولی من سفراغ بودم تو هم قابل قبول بود، وسطش میشه ضعیف دیگه. خناوندون رو میرفتم باش. کیت بعدی که داریم اینتر میلان. اینتر میلان برخلاف سالهای گذشته یه طرح اوریبم آورده. آره تو سمت چند. و این کیت منو یاد کیت چلسی 2022 اگه شما نکنم میندازه، اون سال که لوکاکو دوباره برگشت توخل بعد اینکه چمپیونز لیگ زد سرمربیشون بود. خیلی بده. اصلا واسه چی باید اون حرکت رو بزنید؟ نه الان چه معنی این که اوریبی اومده چه برای چی اومده؟ به نظر من خیلی اون یه تیکش معنی نداره. خب اما بیس کیت که ترکیب رنگ خلاقیت و مرتب بودنشه باز از بایرن بهتره. بابا تو چرا همه رو داری با بایرن مقایسه؟ دردت چیه؟ به خاطر اینکه میخوام ببینم بزنیمش پایین تر از بایرن، بالاتر از بایرن. برای عروسی که نیست، هم سطح بایرن بالاتر پایین تر. آخه بایرن واسه من ببین میتونیم چالش منگیزش کنیم، محدودیت بذاریم واسه هر. ببین 14 تا کیت داریم، 4 تا خب میتونیم 3 تا بذاریم تو هر کدوم از جایگاه ها. خیلی میتونیم 3 تا میتونیم 4 تا بذاریم تو هر کدوم از جایگاه ها. برای عروسی کمتر کنیم، برای عروسی کمتر چون خواستم دو تا کمترش بکنیم، دو تا برای عروسی، بقیه 4 تا. خب یکم زود ستای اولو بهش بدیم. ببین خدای زشته. ببین سجاد از همین اول برادرانه دارم بدونم 4 تا باید بزنیم تو استفراغ. من بایرن رو میزنم استفراغ. آفرین. چون سال پیش خدایش خیلی یرخی اینو گذاشتم خوب یادم و اینتر رو میزنم ضعیف. اوکی آره. خدای خیلی بد اینتر. کیت بعدی که داریم پی اس جی کبیره. پی اس جی کیت این کیت رو ببینی یاد کی میافتی؟ نیمار. نه زلاتان. 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 همین یعنی که استفراغ نیست. آخه اینم این طرحش هم خیلی تکرارش، این حرکت رو زیاد زد. یه بار دیگه هم اینجوری زده بود. اون سالی که رفت فینال اروپا جلوی بایرن هم همین بود نه بود؟ خب این بعضی تیم‌ها اصلا الان ببین رئال مادرید چند سال سفیده. آخه رئال بابا دستش انصافا خیلی بسته تر خب از دست پی اس جی هم نه بابا پی اس جی میتونه هزار تا تر داره. اینو کجا بذاریم آخه؟ به نظر من قابل قبوله نه زشته نه ضعیف انصافا، ولی تو داری میگی خود کیت مشکلی نداره منتها خیلی قبلا از این مدل هر سال داری. آخه واسه من این قابل قبوله، من میپذیرمش چون میگم. خودش مشکلی نداره. چالش من باش اینه که اینا الان 3-4 فصل همین طرح دارم میزنه. بابا این ناصر خلاف از پاکستان دو تا ادیتور میاره با فوتوشاپ این طرح رو میزنن. به خدا بابا فوتوشاپ کارا هم بی شرف چیزه. من میدن رضا یه کپی پیست میکنه میذارم اونجا. با رضا رو من بزنم بهتر میزنه ازش. قطعاً بهتر میزنه. کیت بعدی بورسیا دورتموند. ببین برای من قابل درک نیست. تو این کیتو میبینی یاد چی میافتی؟ اگه هر کیتی میبینی بعد یاد یه چیزی میافتی. من هر کیتو میبینم یاد یه چیزی میافتم. الان یاد یکی میافتی مثلا؟ یاد روب. خاطر یک و یک وسطش. همون یک و یکه یا فهم نداداش من با یه چیز دیگه هست. آخه دقیقا خود یک و یکه. یک و یکه هم همین نبود دو گوش. نه نه یه چیز دیگه هست. خب کیت بوسه دورتموند ببین خوبه به نظر. کیت خوبی برای من دومین قابل قبوله. ادیتور موزیک آسانسور. گفتم به تو من درکش نمی کنم. به نظرم واقعا چشمگیر نیست. یعنی کیتای بهتر از اینه دورتمون زیاد دیدم. این یا باید واقعا جفتشون نریاد. این انقدر تعصبیه چون خودت رفتی تو قعر گودال تیر لیست میخوایی رقیبت هم با خودت بکشونی با این رفتی. از این رقیب ما نیستن دورتمون دیاداش. پس چی هم؟ تو اروپا ما فقط این رئال رو رقیب حساب میکنیم. تو اروپا فصل پیش یه تیم رفت فینال. بقیه همه تو از آلمان که اون بایرن نبود. آقا نوشه جونش ولی 15 تا تیرک خورد در بازی. ما اونور داور بازی و براشون در بود رئالیا. ما هم رفتم به فینال. ببین بی منطقی تا کجا است که همین رادیو فوتبال که بعد از اون بازی برگشت ضبط کردیم من داشتم مثل سگ از لوئیز انریکه دفاع میکردم. امی گفت نه فوتبال بس الان که موقع کیتا رسیده داره میگه 20 تا تیره. خورد خورد یا نخورد؟ خورد بچه هم بیمت بیمنت خورد. ببین تیم بزرگ اونیه که میره فینال چمپیونز لیگ. نه شده من حرفم گذارم. چلسی هم رفته فینال چمپیونز لیگ. ببین باشه
دوست نداری به نظر من قابل قبول بود. به نظر تو اگر پایینه میذارمش تو ضعیف. داره پول میشه آخه. خب کیت بعدی منچستر یونایتد. ببین واسه من هیچ مشکلی با رنگ قرمز ندارم، اما این میره قشنگ کنار دست بایرن. واسه من اصلا قشنگ نیست کیت امسال. کیت پارسال خیلی خوب بود، کیت پارسال بهتر. خوبه ولی کلاسیکو ساده است. اصلا تو اینو میبینی یاد کی میافتی؟ من یاد شکسته منچستر یونایتد میافتم. خواستم بگم رود فن نیستلروی. اون کیته که آرم شرکت چیز بود، نفتیه بود. نه 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 قابل قبوله به نظرم. شما این تو فکر نمی کنی برادر؟ به نظرم قابل قبول است. جز تو دوتای آخر اوکیه. ولی بابا اینتر چرا گذاشتی؟ اینتر آرسنال رو زدید. الان هیچ جوره نمیتونی مدیریت بکنی. او اینتر واقعا بده. خوب ببین از اون ستای ضعیف حداقل یکی رو باید تغییر بدیم. یکی از این ستا رو یا باید بیاریم بالا یا باید بیاریم پایین. وگرنه خیلی زود الان به نظر من تنها دو تا ضعیف دیگه میبینم به جز منچستر یونایتد. منچستر یونایتد تو میخواستی بذاری تو قابل قبول؟ به نظر من نه. حالا استفراغم اگه فکر میکنی خوبه نذار، ولی به نظر من که استفراغه. حالا فعلا میذاریم استفراغ. ببینی خدا چی میخواد. گیت بعدی رئال مادرید. آجی رئال خیلی به نظرم نظرات میتونه متناقض باشه. خیلی متاسفم واسه هواداره رئال مادرید، اما فقط در یه حالت رئال مادرید میتونه عروسی باشه. چیه؟ عروسی چیه؟ نه بذار تا بهت بگم. کیتی که رئال مادرید بزنه فقط در یه حالت واسه من میتونه عروسی باشه. در چه حالت؟ در حالتی که نقش مشکی و طلایی تو کیتش زیاد باشه. من اگه این تیم عروسی مثلا زیر پیرنی بود اینو میپوشیدم میرفتم. اگه عروس بودی عروس ها سفید مگه نمی پوشن؟ نه رسما شبیه چیزه طراحی سالهای قبل تاتنهامه. یه پیرن سفید، چهار تا خط، یه لوگو، یه اسپانسر قشنگ، یه زی پیرنی رو برداشتن، چهار تا رنگ مشکی قاطی کردن. آخه تو جزئیات چیزم نمیدونم. به نظر ببین استفراغ که به هیچ عنوان نیست. خب یکی تست نه جزئیات خاصی نداره. جزئیات هم نداره. به نظر من یا قابل قبول یا ضعیفه. با اینو گذاشتی استفراغ، این چی شب با این بهتره؟ یه دلیل بگو. داشت من کیت استاندارد رئال مادریده. کیت استاندارده، کیت درسته. افتیازه بایر مونیخ و تو اومدی اووردیش پایین. کیت یونایتد، کیت یونایتد استانداردش نیست به هیچ عنوان. استاندارد یونایتد میتونی ریزه کاریای بهتر داشته باشی. استاندارد یونایتد خب رئال هم میتونه داشته باشه. مینیمم رنگ یونایتد بابا رنگش این پایین رو سیاه کردم، بالا رو چیز بابا چرت و پرت. اصلا این چی میگن گرادینتش که زدن، یعنی رنگش تمور رو عوض میشه. خودشون زحمت دادن یه گرادینت زدن، اون هیچ چی نزده. رسما یه سه خط آدیداس انداخته رو. با گرادینت چی بزنه رئال مادرید؟ آ یه بار بزن شاید خوشت اومد. لام اصلا مگه همیشه خدا باید چی باشه؟ من میگم اینه که ناامید نکردن. هوادار رئال مادرید هر سال انتظار داره یه لباس سفید بدن دستش دیگه. ببین کیت هایی که هست و نگاه کن، به نظرم از رئال قشنگتر خیلی هست. از رئال قشنگتر خیلی هست، اما رئال استفراغ نمیره بخاطر اینکه استانداردش زده. از اون با درصدی که ازش انتظار میرفته عمل کرده. این نظر من قابل قبولم نیست. این نظر من. میذاری ضعیف؟ میذارم از ضعیف یکی رو بیار بالا. آفرین. این باز منطقش میکنه. من میگم آرسنال یا اینتر. منم آرسنال یا اینترم. اینتر رو میارم بالا چون کیت آرسنال سوتی خیلی زیاد داره. باش. رنگ باش. سفید و آبی توش اصلا هیچ جوره تو کت یا آرسنالی مطمئنم نمی. ایسی میلان. ایسی میلان هم مثل رئال مادریده. یعنی طرف گند نزده به کیت میلان. آقا شما چرا هرچی میگی گند نزده؟ بابا باید یه خلاقیتی ایجاد کنی دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی اینا هر سال باید فقط یه کانسپت داشته باشن. تو این کیتو میبینی یاد کی میافتی؟ بابا نموش. من یه اسم تو ذهنم میاد. اینم زلاتانه. ایگناسیو آباته. آه کله زرده. خوب میدونی، خوب میدونی. خیلی خوب میدونی. شماره 7 ایتالیا بود یه زمان. به خدا. از همونجا بود که ایتالیا سقوط کرد. من میگم یه سری کیت هستن استاندارد رو رعایت میکنن، اونا رو استفراغ نمیتونی بذاری. الان یه کیت هست از تیم ایتالیایی که من طرفدارشم که به نظرمون این
استانداردها رو واقعا آورده پایین. الان در ایتالیا همون دیگه. یا از اون چیزی که من انتظار داشتم بدتره. این زمین قابل قبول سگ خورد. ولی به نظرم وای خلاق. به نظر من آرسنال از میلان بهتره. من حداقل این کردیتو به بایرن میدم هر سال جرأت میکنه یه تره جدید بیاره. بعضی سالا خوب میشه. بعضی سالا هم استفراغ میشه. بله، رئال و ایسی میلان هر سال یه چیزه. آخه ببین چارچوب اینا هم اجازه به تو نمیده که خیلی کار انجام بده. آقا چرا نمیشه؟ نزن این حرف. بذار تمام به توضیح بدم. پرز اون میشه. همه خب، ولی اگر انجام بدی احتمال این که استفراغ درات خیلی بیشتره که ببری عروسی. مثلا من یادم 2012 خب یه کیتی داشتم که یه رگه های طلایی خیلی قشنگی توش بود، شمارش هم طلایی بود. اون واقعا گاد بود. کلا رال همینه دیگه، فقط سخت عوض میشه، یا بنفشه یا طلایی یا مشکیه یا توسیه یا فلان. مثلا بنفشه نبودم واقعا، با اینکه خیلی اون سال شیرین بود، اون سال شیرین بود، اما بنفشه نبودم، آبی رو هستم. خب کیت بعدی یوونتوسه. الان مایی مخبانی که خوبه، نگاه کن تحتار روش. نه به نظرم بیستش خرابه، اون سفید وسطش اصلا مغزم خوب. این میدونی ولی یاد چی میندازه منو؟ دیبالا. نه دیگه رونالدو. آه همون سال که خیلی شبیم. آره آره ما به نظر من شکیله. نه به نظر من استاندارده یوونتوس رو برده پایین. این چیزی که من فکر میکنم. تو چرا استاندارد دوگانه داری؟ به رئال و میلان میرسه میگی همینه. خب یوونتوس هم همینه دیگه. بابا یه اتوبان سفید وسطشه، اون واقعا رو مخه. چرا متوجه نیستی؟ نه من اینو میذارم قابل قبول. باش کیت بعدی الان جاهایی که میتونیم بذاریم، دو تا بعد بذاریم استفراغ، یه دونه باید بزنیم ضعیف، دو تا باید بزنیم عروسی از چیزایی که مونده. اوکی آقا کیت سیتی رو داریم. کیت سیتی واقعا قشنگه. قبول دارم. ببین بیسش قشنگه، ساده است، تونش تون رنگش خوشه. روی این یقه و آستینا هم یه طرح باحال داره بودن، دقیقا متوجه نیستم چیه ولی خیلی باحال بودن. تو میری عروسی باش؟ عروسی نه ولی جشن تولد رفیقم باشه. ببین میرم. اینتر برگرده پایین سیتی رو بذاریم اونجا. اوکی اینتر همینجا آسانسور داریم میریم. آقا کیت بعدی که داریم اتلتیکو د مادرید. اتلتیکو د مادرید چه کسافتی خدا، اینا چرا آدم نمیشن تو کیت ها؟ اصلا افتضاح استفراغه. هر چقدر تو ترکیب رفتن جلو تو بازیکن و یه طرف باحالی این خطا میبینی لایه سفید آمده. آره این خراب کرده. نه این تلاش کرده درست کنه ولی همچنان افتضاح. اصلا آستینا رو نگاه میتونست اینجا یه حرکتی بزنه این سیتی، اصلا اینو سفید کن و قرمز کردی. با اینکه در مجموع به نظر من کیتای نایکی قشنگ هنو. من بیشتر طرفدار آدیداس پوما. من بیشتر طرفدار پوما از بین همه. پوما یه چیز تره از بین همه شون، با چیز تره اینا داره. آره. ترهای ریسکی بیشتن. کیت بعدی که داریم لیورپول کبیر. واقعا هیچی به ذهنم نمیرسه راجع به این کیت سوال بکنم. به نظر من این ترهاش چیه؟ شما اطلاعی داری؟ نه این ترها اشاره داره به اسکله های بندر لیورپول. یه شانسی پروندی. آره. کوچه های شهر لیورپول. این ترها اشاره داره به کوچه پس کوچه های خلخال. نه اون شهرداری خلخال باید این کار کنه. یه خورده اینم گنگه پیرنه. یقش قشنگه. یقش ببین لیورپول قرمزه. منچستر یونایتد، با اینکه من منچستر یونایتد رو 1000 ترجیح میدم به لیورپول از نظر طرفداری و اینا، اما لیورپول واقعا تو اون قرمزیش بهتر بوده. منچستر خراب کرده. ببین لیورپول برای عروسی که نیست قطعا قابل قبول. الان ببین سه تا موندن، دو تاش بعد بره برای عروسی، به نظر من منطقی نیست. از این ستا دو تا نمیره واسه عروسی. تا حالا کاندیدای برای عروسی واسه من منچستر سیتی بوده فقط. ببین منو یه چی بهت میگم گوش کن، رئال رو بذاریم استفراغ، لیورپول رو بذاریم ضعیف. بابا رئال نظر استفراغ. رئال اگه اینطوریه دیگه لا حداقل یه رنگ بهش میدادی. اگه اینطوریه رئال هر سال داره کیت بد میده. نه آقا سال قبلش خیلی قشنگ، سال قبلش ما این نذاشتیم بهترین کیت. چه شکلی بود سال قبل؟ یه طلایی داشت توش، مشکی هم بود. آره سال قبل قشنگ بود، شاهانه بود اون. ولی این اینم افتضاح نیست، اینم افتضاح. مثلا دورتموند رو بذاری پایین اوکی، به خاطر اینکه طرحش عجیب و غریبه. دورتموند هم گزینه خوش، بذار دورتموند.
خب آخه ببین اینم من لیورپول رو اینجا ترجیح میدم به میلان مثلا یا به یوونتوس، چون در عین اون چارچوب خودش بهتر از این دوتا عمل کرده. ولی باز میگم اینا استانداردن، هیچ کدوم پایین پایین نمیره. ببین من این سه میلان برام پایین مار از اول باش مخالف کنم، لیورپول هم اونجوری نیستم ولی به نظر حتی از آسمان بهتره. الان دوتایی که با تحریف تو، یعنی تو واقعا تیریست تحریف کردی، این دوتا رو باید بذاریم تو عروسی. اولیش چلسیه، جفتشون هم قشنگن. خوشه به این چلسی رو نمیدونم، بارسلونا آره، به خاطر اینکه شبیه کیت 1999 وایس کیت 100 ساله ای بارسلونا. دیدی از نزدیک اصلا کیت رو؟ کجاست این یارو؟ ببین تو الان درآورده، تو الان این کیتو میبینی یاد چی میافتی؟ من یاد شکست نقل و انتقالاتی میافتم. چی میگی یار؟ توجه کن لوگو رو ببین چقدر خوب درآورده. این استروک دورش یه نان یه لحظه لوگو خوبه ولی این طرها رو نیست برش. بابا خیلی قشنگه ای. نیستم خیلی جالب بود. بگو جذاب جذاب. آستینا رو ببین، سفید نارنج، بابا خدای قشنگه. بهترین کیت امسال به نظر من چلسی هستن. نه اینکه بد باشه مثلا بذارمش تو استفرانی، ولی به نظر من عروسی دیگه خیلیه. نه قشنگ اینو میپوشم میرم عروسی، قشنگا میندازم تو شلوار. ولی عروسی من دعوت نیستی. من اگه عروسی بگیرم دعوت نیست. تو عروسی تو به کیت بارسا میام. عشقم تو بارسایی. نه جا نکنی این چرتو پرت. آخ خدای تو کامنت ها شما بگین کیت چلسی قشنگ هست. به نظر من بهترین کیت امسال چلسیه. ببین نه از اول که چلسی رو بازم جوری که من میچیدم، جوری که من میچیدم خب تقریبا همینطوری، منتها جای یوونتوس با ایسی میلان عوض میکنم، ایسی میلان واسه من قابل قبوله، و جای چلسی رو با منچستر سیتی عوض میکنم، بذارم منچستر سیتی عروسیه. آقا کیت یووه به نظر من واقعا خوبه، ساده. ببین بذار تا بگم، اگه عروسی از اینایی باشه که تو باغ میگیرن و دراگ میزنن، باید چلسی رو بپوشی. عروسی اگر مولودی باشه و مثلا تالار باشه و زنون مردون جدا، منچستر سیتی. جالب گفتی، ولی یووه هم به نظر من واقعا قشنگه، شکیله، خوشم اومد، سنگینه لباس، سنگین. میدونی چی میگم؟ اینو مثلا بپوشی بری تو خیابون ممکن شما رو بگیری. یووه واقعا قشنگ. من به ای سی میلان ترجیح کیت یووه رو بپوشی بری سوار آسانسور بشیم که بعضی زیاد هست. آره آفرین. ای سی میلان چیزه، ای سی میلان یکی دو فصل پیشم دقیقا این همه فکر هم داشت، نمیدونم چی بود داستان. من خیلی شبیه یکی از کیت های اخیر میلان، من راضیم از این. من به نظر من اوکی. من گفتم این دوتا تغییر رو انجام میدادم. نه من به نظرم من همیشه گفتم قضاوت با چت. من با رئال مشکلم به نظر من قضاوت کنه. به نظر من کیت رئال اصلا بهتر از اتلتیکو و دورتموند و یونایتد و بایرن نیست. اصلا بهتر از اونها نیست. اصلا بهتر از اونها نیست. آقا دمتون گرم. خیلی خیلی ممنون از راهنمایی ما به شما. من اینکه کیت کدوم تیم امسالات بخریم. من 48 ساعت بعد از ویدیو میام همه کامنت ها رو میخونم. لطفاً کامنت بذارید. حرف من حقه یا نه؟ آقا رئال انجام داده، استانداردها رو رعایت کرده. استاندارد دوگانه داری، تو میگی یوونتوس کیتش رو مخه کرده. یوونتوس هم باز انتقاد میکنه، اینا هم دوتاشون استانداردشون یکیه. تو اینا رو داری میاری یونایتد استانداردش اینه که اون گرادینت نباشه. خدایش اگه رئال تو لالیگا نبود اینقدر پاسه خواهش رو میکردی دنسلی والله ای سک کمتر هم اگه این کار رو میکرد. زر میزنه زر میزنه. فقط تو کامنت ها براش بنویسی که کیت چلسی چقدر قشنگه. نمیدونم چی داره با خودش فکر میکنه. میگه من نمیگم زشته، نمیگم زشته، میگم عروسی نیستی. بهترین کیت این فصل بین این تیم ها کدومه؟ بین بارسا و سیتی هم بهت گفتم. خب بگو کی کدومه دیگه. بارسا. چرا اینقدر با نازشوه میگی؟ بارسا فنی به قدر اینکه میدونم کامنت ها قراره چجور بشه. میدونم کامنت ها قراره. به نظر من چلسی با اختلاف زده همه. آقا دمتون گرم فعلا، خدافظ.